سلام وطندار، به سلام وطندار خوش آمدید. در این برنامه به دیدار یکی از وطندارای گل ما که بسیار اکتیو هستن نام خدا و تجربه زندگی 22 سال یا بیشتر از او را در کانادا دارن، قرار است که به شما به معرفی بگیریم. امیدوار هستم که برنامه را تا آخرش بیننده باشین. جزئیات برنامه را با فرشته جان و میمان عزیز ما در برنامه فراموش نکنید. بله دوستان عزیز، ما برتان سلام میگم. خدا کنه که همه یتان جور صحت مند سر حال باشیم. یک وقت ما استاد بریم دیگه. ما و سوسن جان امروز قرار است باز بریم یکان جای برنامه سلام و تندار را برتان ثبت کنیم. همراه یک انسان که مفید تمام میشه، گپکایش و سخنایش برای همگی شما. دیگه داریم میریم دیگه، میبینین هر دوگاه که ما مجهز هستیم. خلقای سردیم وسایل ما و کسی که خبرنگار هستن، کارهای خبرنگاری کردن و این همه چی چیز ضرورت هست نیده خلطی ما حسوسا نیمی چیز هست. میریم که میمانک وارزیات منتظر نمانیم، یکان کارا و یکان مسائلی که پیش از آمادگی برنامه می باشن اونا رو بگیریم. اما یک چیز را که حسوسا باید یادآور شد و چی حسوسا باید چی کنن بیرون دار فراموشتون نشه، حمایت کنین، چینل را سابسکرایب کنین، شیر کنین برای دوستایتان که مفید واقع شد بر اونا. همچنان سوشل میدیای ما رو فالو کنین، کامنت تکبر خشنگتون رو بانین، ما همشه میخوانیم. بله، همچنان میتونین که صفحه اینستاگرام قناری میدیا را دنبال بکنین. ما در اونجا از برنامه هایی که در یوتیوب ما نشر میشه شما را آگاه میسازیم و یوتیوب ما را سابسکرایب کنین، لایک، کامنت و همچنان یادتان نره که شما میتونین نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان بر ما شریک کنین. مفک در روزه را به سینیارستان میریم. نظریات، پیشنهادات، انتقاداتتان همراه ما شریک بسازین. دیگه بله، برنامه های گذاشته را بسیار استقبال کردیم، تشکر میکنم. برنامه اول ما چقدر سوسن جان استقبال شد؟ نام خدا، ما آپدیت آخر را نگرفتیم. آخرین دفعه که دیدم فکر کنم 17000 بود. نام خدا از 20000 زیاد شده ندیدیم. خیلی خبر است. نام خدا با جمعتان هر روز اضافه تر شده میفهم که حمایت میکنین. تشکر یک جهان، حمایت های بیشتر تان خواهان هستیم به اینکه برنامه های بیشتر، برنامه های خوبتر براتان تهیه کنیم. ما هم زحمت های خدا براتان میکشیم، شما هم یک کمک جبران نکش کنین. دقیقا حمایت های تان نیاز داریم. کوشش میکنیم که برنامه ها هر روز تنوع داشته باشه. اما یک سری مسائل خیلی مهم است که شما خودتان هم پیشنهاد میکنین و میگن که نیاز است. کسایی که اینجا از گذشته آمدن تجربه دارن و این مسائل، همه اونا صحبت شود، گپ زده شود، مصاحبه شود تا که از تجربیات خوب اونا شما استفاده کنین، ما استفاده کنیم همه کنیم. و به نام رزمی خوش میکنیم ما آدم های مفید رو بر شما پیدا کنیم. ما و سوسن جان همیشه در تلاش هستیم. کسایی که میخواین با قناری میدیا مصاحبه کنن، صحبت کنن، بعضی کارها و برنامه های جالب دارن، میتونن که از طریق اینستاگرام ما امر ما با تماس شوند و همچنان ما ایمیل ما را در کپشن براتون نوشته میکنیم. اگر دوست داشتین که از شما انترویو داشته باشیم، برنامه برایتون داشته باشیم، میتونین فقط با ما یک ایمیل بزنین یا از طریق اینستاگرام ما با ما با تماس شوین. بله، ما در خدمتتون هستیم، میایم برایتون مصاحبه میکنیم. دقیقاً دیگه، دوستایی که از خارج از کانادا ما را میبینین، از اروپا، از افغانستان، از کشورهای آسیایی، ما بسیار زیاد ممنون هستم که شما ما را استقبال میکنین. دیگه گپکای ما زیاد نشد، در آخر هر دوی ما یک جای میگیم که سابسکرایب کنین. چی را؟ قناری میدیا را. قناری میدیا را و لایک و کامنت ها فراموشتان نشد. تا برنامه که پیش روست و ببینین که مهمان عزیز ما کی است، سوسن جان عزیز ما را در این برنامه در بخش چی همکاری میکنه؟ کدام بخش؟ کامرا؟ آف کورس کامرا، میخواستم برشون بگویم که ببینین در برنامه اگر حضور نداشتم بفهمین که ما در پشت کامرا است.
سوسن جان مجهز آمدیم با بخاطر دیگه. سوسن جان و ما هر دوی ما میریم طرف مهمان ما. مهمان ما هم چنان حتما منتظر است. کم کم نزدیک میشیم و برنامه را ببینین. برنامه حتما مفید خواهد بود. گپا و سخنایی که خواهد داشتیم نمورد متفاوت کسی را که امروز میبینیم و قرار است که امروش ملاقات کنیم. اینا یک خانم خبرنگار و یک کسی که همه کارا گفته سوسن جان یکی از کارهایشان خبرنگاری است. یکی از کارهایشان خبرنگاری است. اما این بانوی موفق تجربه 20 سال زندگی در کانادا را داره و مشاور هستند. مشاور مسائل خانوادگی و در بخش متفاوت بر افغان ها کارهای بشر دوستانه انجام دادن. از کارهایشان بیشتر بریم و ثبت برنامه برتان حتما میگیم. چون قناری های آزاد از قفس پهنه پرواز میخواهد و یکی از برنامه های دیگر تریال قناری خوش آمدید. دوستای عزیز امیدوار هستم که جور و سعادتمند و سرحال باشین. بازم و برنامه سلام وطندار هستیم و ما فرشته فضلی در خدمتتان با یک گل مهمان نازنین. خدا کنه که این برنامه رو ببینین. بسیار گپکای همتو قندول قندول گپای بسیار مهم مهم در برنامه خواهد داشتیم که برای شما مفید است و مخصوصا برای کسایی که تازه آمدن. در شهر ونکوور کانادا هستیم و امرای عزیزی که در کنار ما هست براتون معرفی میکنم. خدا کنه که همگیتان برنامه رو ببینین و برنامه براتون مفید تمام شود. عزیزی که در کنار من است بیش از 20 سال کارهایی کرده که هر کس دل انجام دادنش نداره. 20 سال کار بشر دوستانه انجام داده و خدمت کرده برای افغانان. در کنار از او خبرنگار است. من رو بیشتر درک میکنه نسبت به دیگه دوستا و میفهمه که این کار چه جنجالای داره، چه گپای داره. کنار من فاطمه جان شیخ زاده و تخلص دومش هم فاطمه جان آقا هست، از جایی که به هر کدام تخلصش هم بشنفن. سلام عزیزم، خوش آمدی به برنامه ما. تشکر که فرصت دادی به قناری میدیا که مهمان ما شدی. امروز برنامه داشته باشه بنده باشه. تشکر. سلام به خودت و سلام به تمام بینندگان دوستایی که از طریق برنامه شما ما رو ببینن. انشاءالله که همه خوب و خوش و صحیح سلامت باشن، روزگار به خوبی و خوشی سپری کنن. تشکر از خودت که دعوت کردی مرا. باعث افتخارم هست در کنار شما نازنینان هستم. انشالله بتوانم مستر خدمت باشم برای کل دوستا و همچنین شما. فاطمه جان، بخاطر از اینکه بیشتر بینندای عزیز امرای کارهای شما آشنا شون، امرای خودتان آشنا شون، چقدر خوب است که فاطمه جان یک معرفی خورد خودتان داشته باشین از کارهایتان، از گپایتان، از مگراوندتان یکم به دوستا قصه کنید. تشکر. زنده باشی. لطفا یه قسم صحبت و تعریف هایی که شما کردی من خود خود قابل و لایقش نمیدانم. لطف شما هست. شما لطف داریم. من یک خواهر کوچک هستم، عضو همی کمیتی هستم و یک از وظایف خود خواهر میدانم که اگه جای احتیاج به کمک بود و من توانایی کمک کردن داشته باشم، من فکر میکنم وظیفه این هست. بدون از هر گونه منت یا بدون از اینکه توقع متقابل داشته باشم، وظیفه انسانی، وجدانی و عرفانی خود رو میدانم که باید حتما برم و کمک انجام بدم. اگه هم نتانسته باشم خب شرمنده میشم و یک معذرت خواهی میکنم و میگم که متاسفانه مقدور نیست. فرشته جان، من هم قسم که خودت گفتی مدت تقریبا نزدیک 22 سال میشه که من به ونکوور کانادا زندگی میکنم. من متولد افغانستان هستم، از شهر هرات باستان افغانستان و در ایام طفولیت به ایران مهاجرت کردیم. اما مهاجرت ما قرار بود موقتی باشه، پس دوباره برگردیم به افغانستان به سر سرزمین و کشور و وطن و میهن. اما متاسفانه شرایطی به وجود آمد که امکان برگشت خانواده ما نبود. بنابراین من به کشور ایران به شهر مشهد بزرگ شدم در یه خانواده مذهبی و یه خانواده‌ای که خانواده ایم همی قسم بودن. خانواده ایم هم دست کلان داشتن، هم دل کلان داشتن. فرق نمی کرد
و چه کسایی متقابل می شدن، مقابله می شدن، به هر کسی که می توانستن کمک می کردن و من یاد گرفته بودم. و زمانی که ازدواج کردم و شوهر همسر من را اسپانسر کردن کانادا آمدم، از خانواده خود جدا شدم. بله. و احساس کمبودی خانواده را مثل تمام شماهایی که دارین و دوستای دیگه‌ای که دارن منم داشتم. اما خب یک فرقی هم بین ما بود با کسی که تازه آمدن، من همسرم اینجا بودن زندگی داشتن و وقتی من آمدم خانه زندگی این کالجش تیار بود و به خاطر همین از دل خیلی از دوستا میایم که وقتی میان اینجا از صفر شروع میکنن. بله. که خب سختیای خود خور داره. خب ما هم سختیای خود خور به زمان خود خود رسیدیم. اما چیزی که یاد گرفته بودم از خانواده، از پدر، از دوران به حساب زندگی مجردی که یاد گرفته بودم، بله، هیچ وقت تصمیم من شرایطی که روزگار برای ما درست میکنه نباید بشه. هیچ وقت نباید کتا بیاییم. هیچ وقت نباید درمانده بشه. احساس یأس و افسردگی و درماندگی داشته باشیم. برعکس باید بیشتر بجنگیم. بیشتر باید سرپا باشیم. بیشتر باید استقامت نشان بدیم و بیشتر باید قوی نشان بدیم. خاطر. از همون خاطر بیشتر دنبال کسایی میگشتم که من بتانم شاید کوچکترین کمک باشم. همه قسم کمرای اونا کمک میکنم. شاید اونا بتانن کمبودیایی که من دارم، مخصوصا که از فامیل دور شده بودم و احساس تنهایی زیاد میکردم و اینجور، اونا هم در قبال متقابل به من کمک شدن که شکر خدا دوستای خیلی خوبی را همون اول پیدا کردم. و بعد با جای مختلف آشنا شدم، چون من به شهر نیاوست منستر یا برنابی زندگی میکردم. بله. من برنابی شهر کلانتری هست نسبت به شهرهای دیگه و برنامه‌ای متفاوت تری بود. با یک انگلیسی من زیاد خوب نبود، یا میتونم بگم در حد شاید صفر بود اولای که آمده بودم، اما خب بالاخره دست پاش خسته خود خور رساندم و سعی میکردم که یاد بگیرم، چون علاقه خیلی شدید داشتم و دارم به یاد گیری. بله. میرفتم دنبالش، یاد میگرفتم کجا چی برنامه ها دارن، چی خدمات اجرا میکنن و من میتونم آیا یک بخشی از اون خدمات از اونا باشم. همراهشان شروع میکردم به کمک کردن و به همین طریق به زمانی که من به دیگرها کمک میکردم یاد گرفتم که چه قسم به خود به اول کمک کنم. درسته که خود خور بتانم از اون شرایطی که به فکر میکردم پایان هست و فکر میکردم مشکلات زندگی رو غلبه کرده نجات بودم و در کنار از بتانم یک مشکل کوچکی را از یه مشکلات های دوستای هموطنایی که دارن به زندگی خواهم از اونا. بله. کمک کردم. فاطمه جان، قسمی که خودت گفتی 20 سال، بیشتر از 20 سال تجربه زندگی به کانادا را داری، افغانا در این شهر، در این کشور بیشتر مشغول چه کارا هستن؟ چقدر کوشش میکنن که در کارهای خوب، در کارهای رسمی تر، در کارهایی که یعنی آینده بهتری داره بیاین انجام بدن؟ و در این 20 سال در نتورکی که خودت هستی، در بین کمیونیتی که خودت هستی از افغانای ما و شما، چه فیصدی از اینا در کارهای بهتری هستن، یعنی در کارهای خوبی هستن انجام میتن یا درس میخوانن یا کارهای بهتری کوشش میکنن داشته باشن؟ اگه من حالا مقایسه کنم با 20 سال گذشته، اصلا قابل مقایسه نیست زمان حال با زمان 22 سال گذشته. 22 سال گذشته که من شروع کردم همراه کمیتی کار کردن، مخصوصا از زمانی که من وارد فایننس کانادا شدم و درسش خواندم، لیسانسش گرفتم و اول کاری که کردم با کمیته خود شروع کردم به کار کردن، با کمیته دیگه هم کار میکردم. من متاسفانه به اون زمان، یعنی حساب کنم من بیشتر از تقریبا 15 سال پیش میخوایم برای شما توضیح بدم، افغانای ما اکثریتشان، نمیتونم بگم همگیشان، چون ما خیلی کسایی رو داشتیم که شکر خدا به موقعیت‌های خیلی خوب بودن، صاحب بیزینس بودن و مشاوره میدادن و خیلی کسای دیگر هم کمک میکردن. اما خب میتونم بگم که اکثریت کامیتی ما به خیلی مشاقل سطحی، مشاقل شاقه و مشاقلی که فقط امورات روزمره رو گذران کنن میپرداختن و هیچ تصمیمی یا هیچ برنامه و هدف برای چند سال بعد خود نداشتن، برای آینده نداشتن. و متاسفانه اولادهای از اونا درگیر همین موزل بودن. البته خب برای از اونا موزل نبود، چون بالاخره یک زندگی معمولی رو میگذراندن، هم راحت بودن، صبح برن سر کار، شب بیاین خانه برنامه خور نان جور کنن و خو کنن و با صبح دوباره برگردن به کار، با همون خوشحال بودن. اما هیچ جای پلن و
پیشرفت برای خود خود نگذاشته بودن. بله. خب فکر میکنم کم کم به تحصیلاتی که کانادا بیشتر گذاشت کمک تحصیل کرد، خانواده تانستن کمک سطح لول کامیتی مار بالاتر رفت و در این چند سال گذشته، مخصوصا دو سال گذشته که من شاهد هستم چون من کار میکنم میبینم. بله. افغانهای ما که تازه آمدن به کانادا، خب اکثرا جوانایی هستن که مستعد هستن، تحصیل کرده تر هستن نسبت به تحصیلاتی که به کانادا داره. مثلا ما تا کانادا تا سنف 12 اولادای ما درس میخوانن و بعد از اون باید برن کالج. حال کالج خب هزینه داره، آیا میتوانن برن، نمیتوانن، خانواده میتوانن پرداخت کنن، نمیتوانن. متاسفانه اکثر جوانای کامیتی افغان ما از درس دور میشن چون میرن به کار، یا کار درس کامل رها میکنن، یا مگه برگردن به درس به صورت پارت تایم و نیمه وقت درس میکنن. خب جوانایی که از افغانستان یا کشورهای دیگه، افغانایی که به کانادا مهاجرت کردن، اینا همگی تحصیل کرده هستن، درس خواندن، فاکولته، دانشگاه، کالج، کار کردن از رشته‌ای که درس خواندن. بعد وقتی که اینا میآیان نمیتونن یک زندگی درسته که از صفر شروع میکنن، اما نمیتونن به قناعت کنن. پس بنابراین برای آینده خود خوب برنامه ریزی میکنن چون برای یک زندگی بهتر آمدن به کانادا. به همون خاطر بیشتر باعث تشویق برای جوانای دیگه ما، حتی نه تنها جوانا، حتی کسایی که میان سال هستن یا سال خورده تر هستن. بله. بیشتر یک تشویق میشن، یک الگو میشن کاملا. و ما داریم این تغییرات فاطمه جان واقعا این نشونید بسیار بر امید داد واقعا به خاطر از اینکه خیلی جالبه. نه خیلی جالبه، باعث خوشبختی کل ما هست که یک چند نفر بیاین و باعث تشویق بشن، به خاطر که وقتی که اونا میاین اون شرایط مهیا میکنن دقیقاً برای چند نفر دیگه. نمیتونم بگم همگی، برای چند نفر دیگه که اینها هم بتونن به اون فضا وارد بشن و از اون فضا استفاده کنن و همگی ما کنار هم دست به دست هم کمک کنیم. بسیار برای من یک امید داد، بسیار خوشحال شدم از اینکه، به خاطر از اینکه اکثر مردم به این فکر میکنن که وقتی جوانا در کشور نو رفتن، مخصوصا در داخل افغانستان کسایی که هستن، فکر میکنن که امی جوانایی که یک باره در تحولات بیرون رفتن از صفر شروع کردن، امکان داره که امو انگیزه گذشته را نداشته باشن و امکان داره که کارهای درست کنن یا نکنن. وقتی شما گفتین که اینا بیچاره تو با انگیزه دوباره شروع کردن و انگیزه زیر دارن که یک کار خوب انجام بدن، چقدر خوب میده. فاطمه جان، آیا کدام کمیونیتی مشخصه که یک سری کارهایی را که مثلا کمیونیتی در یک شهر به عهده داره، مثلا زنده نگه داشتن فرهنگ یک کشور است، کلچر یک کشور، زبان یک کشور، مثلا رسوم و عنعنات یک کشور از زنده نگه داشتن در یک کشور دیگه وظیفه‌اش است؟ افغانای ما و شما در شهر ونکوور ایتو یک کمیونیتی خاصی دارن که کار کنه بر فرهنگ ما و شما، بر زبان ما و شما، بر عنعنات ما و شما، بر رسوم ما و شما و بر نسلای آینده که اینجا به دنیا میان رشد میکنن انتقال بده که شما از کجا هستین، چه فرهنگی دارین، رسم و رواج شما چی است، زبان شما چی است. خودم جای مشخصی داریم، اینه به خاطر یاد کردم، شاید اکثریت دوستا بفهمن، به خاطر مخصوصا کسایی که تازه آمدن ممکن است که نفهمن، ممکن است که بلد نباشن که آیا افغانستان، مخصوصا افغانهایی که در کانادا در شهر ونکوور زندگی میکنن، جای مشخصی دارن که مثلا به خاطر یک سری مشکلات خود مراجعه کنن، به خاطر یک سری گپای خود، یکان برنامه‌های که اونا رو کنار هم میاره، یک چهار تا وطندار کنار هم میان، از وطن خود یاد میکنن، رسوم خود به اولادای خود میفهمونن، برای خوردا که ما این قسم یک رسم رواج داریم. فرشته جان، بازم این برمیگرده سر دوار ذهنیت ها و عقیده ها. عقیده شخصی خودم و عقیده خیلی از دوستایی که من برایشان صحبت میکنم و با من موافق هستن، ما فرهنگ داریم و دین داریم. فرهنگ ما افغان هست، فرهنگ ما آریایی هست، از آریای باستان، ایران باستان یا سرزمین آریای باستان یا پرشیا.
تاریخ بله. تمدن ما هست، نه تمدن 5000 ساله یا 7000 ساله داریم. پس ما یک فرهنگ داریم که اگه 5000 یا 7000 سال نیاکان ما، اجداد ما زحمت کشیدن او رو به ما رساندن، نسل به نسل انتقال بدن، پس ما وظیفه داریم. فرق نمیکنه که حال ما بو سرزمینا دیگه زندگی نمیکنه، به یک سرزمین دیگه اومدیم. پس ما وظیفه خود رو میدانیم، فرهنگ 5000 ساله یا 7000 ساله خود رو به نسلای بعدی خود هم انتقال بدیم. از چه قسم؟ به یاد دادن به اولادای ما، که اولادای ما باز به اولادای خود یاد بدن. و اولادا اگه 5000 سال بده، 5000 سال دیگه مگه زندگی باشه باید بره، درست؟ انتقال کنه. این کالچر ما هست، فرهنگ ما هست. و در کنار از این ما هر کدام برای خود یک عقاید داریم، یا مذهب داریم. مذهب ما افغان ها، اکثریت ما افغان ها مسلمان هستیم. حال ما افغان غیر مسلمان هم داریم، به من خودم شخصا چندین افغان میشناسم که اصلا مسلمان نیستن، به اینجی هستن. پس نمیتونیم بگیم که افغان فقط باید افغان باشه، مسلمان باشه. پس افغان غیر مسلمان هم داریم. پس اگه من مسلمان هستم یا مسلمان نیستم، پس من مسئولیت دارم. اگه مسلمان هستم از 1400 سال پیش دین من که اجدادم زحمت کشیدن و من مسلمان و مسلمان زاده بار آوردن و من یاد دادن که چه قسم فالو کنم دینر، پس من باید به اولاد خود یاد بدم و اولادای من دوباره نسل ادامه بدن و بره تا چند هزار سال دیگه که زندگی و دنیا. اما متاسفانه من چیزی که 22 سال به کشور کانادا مخصوصا شهر ونکوور دارم میبینم، افغانهای ما این دو تا رو با هم گت کردن، میکس کردن، یعنی افغانیت خود فراموش کردن. وظیفه خود میدانن که باید دینر به اولاد خود یاد بدن. افغانیت مهم نیست، فرهنگ 7000 ساله پدر مادرانشان مهم نیست. ما مسلمان هستیم و فقط فوکس گذاشتن سر مسلمانی که خوب هست اما بله. نتیجه نداده تا حاله و متاسفانه ما نتیجه غیر ما دیدیم به چند سال گذشته. بعضی هم اصلا دین و مذهب کنار گذاشتن و فقط افغانیت نشان میدن که او هم بعضی وقتا نتیجه سوی خود پر داره. در قسمتی که ما بتونیم یک جای جاشته باشیم که کلن هر دو برنامه، یعنی هم فرهنگ و هم مذهب، بتانیم برای اولادای ما به این یاد بدیم و به نسلای بعدی منتقل کنیم، متاسفانه به 22 سال گذشته من ندیدم جای مشخص یعنی نداریم. فاطمه جان، یعنی 22 سال در شهر افغانا یک کمیونیتی ندارن که نداشتیم. انتقال دهنده فرهنگ و کلچر 5000 سالهشان باشه؟ نه نداشتیم متاسفانه. داشتیم، داریم هم هنوز، اما هر گروپ گروپ شدن و هر گروپی برای خود رو یک برنامه درست کردن و اهداف مشخصی رو پیش میبرن. یعنی جای مشخص نیست که اگه ما مسلمان هستیم، مسلمانی هم یعنی نیست که یک مسلمانی شاخهای مختلف داره، نه؟ تمام افغان ها و تمام مسلمانان و تمام غیر مسلمانان رو جمع کنه داره هم دیگه نداشتیم و نداریم و نمیفهم که های در آینده ای رو داریم یعنی. اما خب گروه های مختلف هستن، برنامه های متعدد رو گذاشتن، هر کدوم منابع خود رو زحمت کشیدن، زحمت میکشن و زحمت هم میکشن، در آینده خواهند کشید که بتونن یک قسمتی از برنامه هایی که دارن رو بتونن به اولادای ما یاد بدن که اولادای ما باز اینا رو یاد بگیرن. اما چقدر موفق هستن و چقدر تانستن اهدافی که دارن سال پیش ببرن و چقدر دیگه شاید موفق باشن که بتونن اهداف پیشتر ببرن، خدا عالم. بسیار فاطمه جان، چقدر به نظر من خو جای تاسف ای است که کلچری که یا فرهنگی که دنیا با او آشنایی پیدا کرده، سرزمینی که در اونجا مولانا به دنیا آمده، او به همه کشورها برسته اما به نسل خودت دوباره نرسه. سرزمینی که زادگاه هزاران دانشمند و شاعر و نویسنده و کسایی هستن که دنیا بله عارف و شاعر و نویسنده که شاید بسیار مردم دنیا اونا را آشنایی دارن، از گفایشان، از کردارشان، از خصلتشان امروز میگیرن، جدا میکنن و با فرهنگ خود مخلوط میسازن، بر خود ما نرسه. بسیار بر من جالب است و چقدر خوب مسئله را یاد کردی فاطمه جان. امیدوار هستم که 40000 نفر قرار از این کانادا بیاید و این 40000 نفر از این گروپ گروپ بازی ها هیچ چیز حاصل نخواهد کردن. ما و شما نکردن دیگه، تجربه ثابت کرده، تاریخ ثابت کرده که هیچ چیزی حاصل نشده. بله. کلانترین ضربه که ما و شما خوردیم دور نه، نزدیک. آینده
20 ساله اولادای این نسل خراب شد. بخاطر زمین بود که اینا گروپی کار کردن و همیشه سرنوشت جوانای یک مملکت در دست اونو نام خدا محسنینی هستن که از کار خود گذشته نمیتونن کاملا و از مفاد خود گذشته نمیتونن. ما به عنوان یک جوان کلمه کلانکار نگوین فاطمه جان، به عنوان یک جوان از تمام بزرگای ما که در این شهر از اقل زندگی میتونن خواهش مهی است که من یک جوان هستم که مثلا شاید من نوامدم 40,000 جوان دیگه در این شهر نومیدن. شما مسئول از این هستین که مار گرده هم بیارین زیر یک چتر بیارین. ما سچه افغانی هستیم و تازه از قلب افغانستان آمدیم و خیلی آشناتر هستیم امرای امون کلچر و فرهنگ. شما بوی افغانستان رو میدیم فاطمه جان، بوی افغانستان رو میدیم. ما رو مخلوط کنین امرای جوانه که اینجا کلان شده، ما رو مخلوط کنین امرای جوانه که اینجا به دنیا آمده، ما رو به هم بشناسانین، ما رو به هم معرفی کنین، بگذارین که اونا به ما، ما به اونا کمک کنیم. برنامه زیاد سیاسی نشه. بیاییم فاطمه جان در دلی بالا آمدی واقعا گفت دل میشینه به خاطر که گفت از دل بر میخزه، گفت از دل بالا میشه و به دلم میشینه و چون واقعیت هم دقیقا من میخوایم فاطمه جان بینشی که در دل جوان ها هست، خود برتربینی که در جوانایی است که اینجا زندگی کردن به دنیا آمدن و خود برتربینی که در جوانایی است که در افغانستان به دنیا آمدن تحصیل کردن از بین بره. ما از یک نسل هستیم، از یک خاک هستیم، از یک خون هستیم. ما چرا باید دو گروه باشیم؟ و کاش که دو گروه کاش که گفته شما دو گروه چند گروه. فقط اینمی بحث اینجا جمعواری میکنیم که بزرگای عزیز داخل شهر ونکوور و کانادا، ما به که یک کمیونیتی متحد ضرورت داریم و به عنوان یک جوان خواهش میکنیم اگه کار کنین شما، اگه نمیکنین و جوانا اجازه بدین شما کار کنین و جوانا اجازه بدین که پیش قدم بشه. و در کنار از این فرشته جان، تا زمانی که ما خواسته باشیم اولا راه‌های زیاده داره، پیریزی‌های زیاده داره، گفتم از این فاندیشن‌های زیاده داره تا ما خواسته باشیم و اهدافی که می‌خوایم اهداف بلند مدت هست بود اساسی پیدا کنیم. در کنار از این بهترینی هست که ما هم برنامه‌های کالچری داریم، هم برنامه‌های فرهنگی دینی منظورم مذهبی داریم، هم فرهنگی داریم هم مذهبی. 365 روز ما به یک سال داریم. از این 365 روز ما شاید بیشتر از 20 برنامه فرهنگی و مذهبی داشته باشیم که باید جشن گرفته بشه، باید اینا رو به صورت یک انانه به مناسبت های تو کیوت چی مقبول هست؟ بله. چی خوب هست از اینکه گروپ گروپ بشه و او گروپ برای خود جور کنه برنامه، حالا بله. میخواین مفاد جور کنن، میخواین بیزنس کنن، او ساید دیگه است که به ما هیچ ربط نداره، کار ما نیست. اما چی خوب هست که اگه یک کسی یک برنامه درست میکنه، حتی اگه مثلا بیزنس شخصی خودش هست، میخوای از او یک منفعت جور کنه، از کسای دیگه ای که چی فرق میکنه، چی نو آمدن چی نو نیامدن به کانادا، اونا رو هم داخل کنن به برنامه خوب و برنامه رو کلانتر کنن. مثال اگه ما به یک جایی میگیریم که 50 نفری یا 100 نفری هست، چرا همیر 400 نفری نگیریم یک جایی که هست؟ چرا همیر یک جایی نگیریم که تقریبا 2000 نفر جا بشه؟ چرا به یک کانونشن سنتر نگیریم که تقریبا 15000 نفر داخلش بتونن اشتراک کنن؟ ما قسم که کمیته دیگه انجام بدن. دقیقاً شرایطش هست، برنامه‌هایش هست، فقط کسی که جرأت داشته باشه و ای از خودگذشتگی داشته باشه که خودش ما بین آینه همیشه نبینه و بگذاره که دیگران بیاین و داخل و آینه غیر از خودش دیگران هم ببینه. اگه ما بتونیم این موقعیت ها رو برای جوانای مخصوصا حالی که دارن میاین، به جوانایی که اینجا کلان شدن و موقعیت نداشتن که نشان دادشن، چون یو بی سی همی اعمال پر است از افغانای ماشاءالله موفق هستن، بی سی آی تی، اس اف یو، انواع و اقسام کالج ها رو برین، نام خدا هر جا برین افغانای ما هستن، اما کسی اونا نمیشناسه، دیده نشدن و از تجربیات و فرض کنین چی میگن قدرت هایی که دارن کسی از اونا نیاد کرده نه هم از اونا استفاده میکنه. پس چه خوب هست که ما از این کوچکترین چیزها شروع کنیم تا برسانیم به اون اهداف بلند مدت. بله بسیار بسیار این مسئله مهم بود، این بخش برنامه رو حتما ببینید.
مخصوصا ایزه که در کانادا زندگی میکنین، ایزه که بیرون از کانادا بستین با مو شرایط داخلی علمی اجتماعی که افغانا دارن آشنا میشین با این برنامه. فاطمه جان، یک تصور بین افغانای ما و شما وجود داره که اولاد زیاد در خارج بسیار خوب است. من همین سوال از شما پرسان میکنم، کسی که در این بخشا کار کرده و مشوره داده میتونه، آیا داشتن اولاد زیاد در کشورهای غربی در خارج مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی خوب است؟ کسی داشته باشه اولاد زیاد میتونه از مسئولیت اولاد زیاد برای مخصوصا که نام خدا وطندارای ما و شما اکثریتشون اولاد زیاد دارن. بله. و مروج است بین افغانستانی ها یا مردم افغانستان که اولاد زیاد داشته باشه. درست. و بسیار برشان خوشایند است یا دوست دارن که باشه. چطور است یعنی مسئولیت گرفتن اولاد زیاد در کشورهای غربی؟ آیا خوب است اولاد زیاد داشته باشه کسی یا؟ در جمع حساب کنین، میگم استثناء همه جا هست، ما نمیتونیم وقتی صحبت بله. میکنیم همه رو شامل کنیم، اما ما در کل صحبت میکنیم. نه، اولاد زیاد اینجی نمیتونه خوب باشه به چند دلیل، اما افغان ها برعکسش فکر میکنن که باز ما اورم با شما در میان میگذارم که چرا. خب اینجی کشوری هست، زندگی کشوری هست که باید تمام خانواده کار کنن. بله. مادر پدر باید کار کنن تا بتوانن هزینه تامین زندگی خودشان و اولادشان رو فراهم کنن. حتی اولادها به زمانی که به سن قانونی کار میرسن باید کار کنن که بتوانن کمک خرج پدر مادر باشن. بله. پس پدر مادری که کار میکنن هر دو تا، چی پاره وقت چی تمام وقت، فول تایم پارت تایم، او طرزی که باید وقت بذارن برای تربیت صحیح اولاد، او هم مخصوصا به کشورهای جهان غرب به گفته جهان غرب که افغان و شرقی ها میگیم جهان غربی ها وقتی بیشتر لازم داریم و مثلا متفاوت. اگر پدر مادر دو تا اولاد دارن به او کشورهای شرقی که ما هستیم مثل افغانستان یا کشورهای آسیایی، وقتی که پدر مادر به دو اولاد میذارن خیلی بیشتر هست تا وقتی که یک پدر مادر به یک کشورهای غربی برای دو تا اولاد میمانن. پس ما نمیتونیم بگیم چون به افغانستان 5 6 تا 10 تا 12 تا اولاد داشتن و میرسیدن به همه کار ماله. پس اینجا هم میشنه. از نگاه وقت امکان نداره، از نگاه تربیت سه امکان نداره، چون هرچی خانواده ها سر اولادای خوب خانه تمرکز کنن، فوکس کنن یا قیدگیری زیاد کنن، اولادای مکتب میرن یا همراه دوستا میرن، اولادا تناقض برایشان پیدا میشه، دوگانگی تربیتی یا اخلاقی برایشان پیدا میشه که در آیندهشان خوب نیست. طبق برنامه‌ای که ما کار کردیم، چون با خانواده‌های زیادی که مشکلات‌های زیادی داشتن با افغان‌ها مخصوصا کار کردم، اینا رو شاهد هستم. اما افغان‌ها برمیگردن به روی مسئله‌ای که خب ما معاش می‌گیرن اولادای ما، پس ببین اگه من دو اولاد داشته باشم چند صد دلار می‌گیرم، اگه چهار اولاد داشته باشم 1000 یا بیشتر. پس خانواده‌ها ذهنیتی که اکثر خانواده های افغان که من همراهشان بازم بگم و کار کردم همراهشان شخصا، بله. روی ازی هستن که هرچی اولاد بیشتر بیارن اولا خدا روزیشان میرسانه یا منم وزنشان زمین دست خدا روزیشان باسمان سنگینیشان به زمین روزیشان خدا میرسانه، خدا پشت پناهشان باشه، فقط یک دعای خیر میکنن و بیشتر سر ازی که خب قال چال تکس اولادشان که برشان میایه چقدر میشن که خب یه کمک جالب هست برای ما، اما به واقعیت این واقعیت داره. بازم میگم چون روی تجربات شخصی من هست که متاسفانه میبینیم که متاسفانه حال نمیتونم بگم تمام افغان ها، یعنی کمیته افغان ها کمیته دیگه هم گریبانگیر این موزل هستن، یعنی این موزل گریبانگیرشان هست، اما کمیته ما هم شما اگه نگاه کنین تا از این چند سال گذشته چندین جوانای ما به رقم های مختلف ما جوانا را از دست دادیم، هم جانشان از دست دادن هم به مشکلات های مختلف گرفتار هستن که جای تاسف هست برای همه گیم. دقیقا. خب از شرایط داخل کشور و از شرایط جوانا دمی دو سال اخیر هر چقدر آدم صحبت کنه و مثل برنامه قبلی آخرش به گریه هم حتی میشه، من میخوایم باز این برنامه هم طرف و ببرم برنامه قبلی ما هم رای یکی از دوستای نازنین زهره جان برنامه داشتیم، دختر بسیار هنرمنده که در اینجا زندگی میکنن نام خدا،
بالاخره در مورد زنها و افغانستان و شرایط افغانستان صحبت کردیم. فاطمه جان که بالاخره ختم برنامه و گریان شد. گریان شد. و چقدر جای تاسفه که ما مخصوصا قشر خانم بله. خانم های ما میگم حتی اگه به ونکوور هم هستن اما هنوزم تحت سلطه یک سری مشکلات ها و قیودات و قوانین مردسالاری بله. قرار دارن که متاسفانه با یکی هیچی نمیگن، شکایت نمیکنن، اما خب شکایت بکنن یا نکنن زندگی خود خانواده تحت تاثیر قرار رفته و غیر مستقیم خود مردا از او سلطه‌گری که سر خانم دارن ضربه میخورن و به ضرر خودشان هست، یعنی خودشان دارن ضربه میخورن اما نمیفهمن و ایره نمیبینن که دودش به چشم خودشان میره. دقیقا. اما خب طرز تفکرها فرق میکنه و متاسفانه ما بعض وقتا اکثر وقتا نمیتونیم هیچ کاری انجام بدیم. هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. فاطمه جان یک موضوع مهم دیگر هم میخوایم که حتما مادرها و خواهرها و زنایی که آمدن اینجا و هم آشناییشان کمتر است بر از اونا بگوین که در این موضوع اولادداری در کشورهای غرب مخصوصا در شهر ونکوور یا در کشور کانادا چی مهم است؟ یک مادر در قبال اولادای خود مخصوصا اولادای مکتبی کسی که داره چه مسئولیت های خیلی مهم داره که از لحاظ قانونی خیلی مهم هستن و نقطه بسیار محکم است که دولت بسیار برش مهم است و مادر باید در اون مسئله توجه داشته باشه و بر اولادای خود اون مسئله را باید خیلی جدی بگیره. خب تشکر که این نکته را آوردی فرشته جان. با خانواده زیادی که کار کردم که مشکلات داشتن، چه مشکلات قانونی، چه مشکلات روحی، روانی، مشاور، دادگاه، کورت، بیست میگیم یا شوومن شلتر، پناهگاه خانم ها که میرن برای ام بودن و سیف بودن میرن، اکثریت خانم ها وقتی که مادرها منظورم اکثریت مادرها وقتی که مواجهه بباشن با مشکل به خاطر که مشکلات خانوادگی دارن و او قدرت ندارن که با همسر خود یا با فامیل همسر خود یا حتی با فامیل خودشون فرق نمیکنن، کسی که مشکل برشان درآورده بشانن صحبت کنن و اون مشکل رو حل کنن، دق دلی یا عقده خود سر اولادا خالی میکنن که این خب هم به اولادا صدمه روحی میزنه و هم مشکل متاسفانه مشکلات های زیادتر میکنه که اولادا از خانواده دور بشن. مادر ها به نظر من حکم یا رول اول خانواده داره، یعنی هر چقدر پدر به اولاد نزدیکتر باشه مادر فرق میکنه. دقیقا. پس مادرها باید سعی کنن که تام جایی که میتونن مشکلات هایی که خانوادگی رو دارن با تربیت اولادای خود یاد نکنن یا از شکایت به اولادا نکنن، یعنی یک فاصله بین خود و اولاد خود به وجود نیارن. به خاطر که در کنار مادر بودن باید بسپرند از اولاد باشن، یعنی باید بهترین دوست باشن، حتی اگه خود دخترایشان، اولادایشان، دخترشان یا بچه‌شان خواهرخوانده داره یا برادر گفته داره باید مادر اولویت تر داشته باشه به او خواهر گفته یا او دختر خودش. بله. ای به نظر من مهمترین رولیه که یک مادر داره به خاطر که اگه از اینا رد شه بالاخره همه ما انسان هستیم، همگی ما، مادر خسته یه، مادر از نگاه روحی از نگاه جسمی خسته یه و امرای اولاد خود نمیتونه، یا بعضی وقتا میبینیم که مادرها خشونت میکنن سر اولادای خود و متاسفانه خب رپورت داده میشه باز به دولت که باز بیشتر به ضرر مادرها. اگر رپورت داده میشه فاطمه جان به صورتی که مثلا یک مادر اولاد خود را لطکوب میکنه، مثلا یک کار غیر مترقبه انجام میده که در اینجا مروج نیست یا از لحاظ قانونی بسیار مشکل داره و نباید صورت بگیره، چه اقدام میکنه دولت؟ اگر مخصوصا اگر مادر طفل خود در یک جای پابلیک یا عمومی لط میکنه یا در خانه، اگر از طرف یک جای ریپورت داده میشه به دولت، اقدام دولت بیشتر به کانادا چی میباشه؟ ریپورت هایی که بیشتر داده میشه که من با خانواده ها کار میکنم، مخصوصا وقتی که اولادا رو میبرن چل چل دیره منسلی اولادا رو میبره یا وومن شلتر خانوما رو میبرن، بیشتر رپورت ها کانفیدنشیال، یعنی هیچ کسی نمیفهمه که چی کسی رپورت داده، قانونشان هست. اما خب بعد از بررسی ها معلوم میشه که بله مادر خشونت کرده، بدونی که اصلا
چون یک مادر خیلی کم مادر پیدا میشه که اولاد خود دوست نداشته باشه. هم مادرها از جان خود تیر میشن از اولاد خاطر اولاد. اما خب فشارای زندگی روحیه برام میگم که دودش دوباره به چشم خود اون مردا میایه که سر زن خود سختگیری میکنن. طبق سختگیریایی که سر شده یا شرایط روحی که برش جور شده، نخواسته، نفهمیده یا خشونت رویه بسیار خشن اما برای اولاد خود انجام میده. که خب کمتر اولادا رپورت میدن، بعضی اولادا رپورت میدن اما کمتر کسای دیگه‌ای که شاهد هستن یا همسایه یا کسی که پیش شده رپورت میدن. بعد از اینوستیگیشن معلوم میشه که خشونت انجام شده. چیلدرن مینیستری اگه اولادا لازم باشه اولادا رو میبره. میانی میگیره از خانوادهشان. بله. موقتی میبره تا بررسیای لازم انجام بشه، اینوستیگیشن انجام بشه و مطمئن بشن که رپورت دروغ بوده. بله. یا ثابت میشه که واقعیت بود باز بله، بعد وقتی که بجنجالای زیاد میشن که باز برمیگرده، یعنی میاره اولادر به پدر مادر پس تحویل میدم و پروسسای خاص خود پر داره که خیلی جنجالی هست. بله. که اکثر مواقع از طریق کورت پیش میره. خیلی مسئله مهمه، موضوع مهم است. طفل درست است مشکلات خود داره ولی باید هم باید گپ و سخن فهمانده شود تا که مسئله کلان شبه و به محکمه بکشه. بس مشورت بر مادرایی است که باید دهیم مسئله محتاط باشن. خانما باید قوی باشن. به نظر من هیچ مردا خیلی قوی هستن اما مردا هیچ وقت نمیتونن اندازه یک خانم قوی باشن و این متاسفانه ما خانما یا درکش نمیکنیم یا بر ما گفته نشده یا آگاهیش نداریم یا نمیخواییم قوی باشیم. انواع و اقسام دلیل ها داره. خانما به نظر من باید قوی باشن چون قوی هستن و خداوند اونا رو قوی خلق کرده. پس یک خانم میتونه وقت قوی باشه که اگه مشکلی هم بره پیش میایه مشکل رو حل کنه که نگذاره فضا و قانون خانه‌اش درگیر از این مشکل باشه. چه از طریق شوهر، چون بعضی خانم‌ها می‌فهمیم که خشونت شوهر دارن، بعضی ها خشونت فامیل شوهر دارن، بعضی ها خشونت خودشان دارن، از طرف فامیل خودشان تحت خشونت و تحت فشار واقع شدن. پس از هر جایی یا خانم‌ها سر کار میرن از طریق باز همکارایی که دارن، منیجری که دارن زیر فشار هستن. فرق نمیکنه از هر جایی، فقط باید مشکل رو حل کنن که نگذارن، چون اولادا تقصیری ندارن. اگه مثلا اگه مرد خانم خوره خشونت یعنی قرار میده، اولادا تقصیری ندارن که مادر پدر با هم خشونت دارن. بله. اولاد چی تقصیری داره؟ بله. پس به نظر من رول یک مادر، خودم چون مادر هستم، من زندگی ما هم تبالا هست، ما هم سر کار میریم، بیرون اجتماع میریم، خانواده، بالاخره هر قسم هر کسی مشکلات های خاص خود داره. اما من هیچ وقت راجع به مشکلات هایی که دارم، حتی اگه بیرون هم مشکلات دارم، تحت فشار هستم، خسته هستم، من هیچ وقت با اولاد خود در میان نمیگذارم، چون نمیخوام مشکل خود رو با اولاد خود منتقل بدم. اما دوست دارم اگه اولاد من مشکل داشته باشه با من در میان بذاره که بتونم مشکل از رو حل کنم. دقیقاً. فاطمه جان چند تا اولاد دارین شما؟ من 2 اولاد دارم. یک پسر بچه دارم، بچه ایم 19 ساله شده، 19 سالیم و دخترم نام خدا یک و دو ماه دیگه 17 ساله میشه. نام خدا باور کنیم برتان نمیره. وقتی که دوار در اولادتان صحبت میکنیم من فکر میکنم ماله شد یک 6 ساله و یک 5 ساله. نام خدا کلان شده. نام خدا ماشاءالله. اما خب از اولادای مردیش متولد این جیان و زمان که اونا تولد شدن و به بیرون و کار و مصروفی هم یعنی 22 سال اولاد دارم کلان کردی. نام خدا ماشاءالله. بسیار خوب. اینا لازی قصه ها تیر میشه. میم فاطمه جان نام خدا در کنار از این که کارهای بشر دوستانه زیاد کرده، در کنار از این که بسیار خانم موفق است، کمک میکنم برای دیگه خانم ها، برای دیگه افغان ها، در کنار از این یک مادر موفق است و کارهای خبرنگاری کرده. من اول برنامه یاد کردم اینا از فاطمه جان در مورد کار خبرنگاریش پرسان میکنیم که چقدر مدت خبرنگار بوده، چه کارهای خبرنگاری رو انجام داده و چی کار در نیمی خبرنگاری برای جالب از زیاد؟ خبرنگاریش من خوش دارم به خاطر که شما از انواع و اقسام رویدادها صحبت میکنیم. بله. چی رویدادهای خوشایند که بیشتر خوشت میاد و چی متاسفانه از رویدادهای ناخوشایند. و در کنار ازی با مردم با
انواع و اقسام انسان ها، بله. چون همه انسان ها یک قسم نیستیم، انواع و اقسام داریم، بله. با اقشار مختلف مردم تماس داری. من ایش زیاد دوست دارم که اجتماعی هست، یعنی همراه همگی هستیم. و خوبی دیگه شکل خوش دارم، چون بعضی خبرها میفهمی که میتونی پخش کنی، بعضی خبرها رو باز میتونی کانفیدنشیال باید نگاه کنی. ایجاد صمیمیت و اعتمادی که اون شخصی که همراهت داره و همراهت صحبت میکنه، احساس خیلی خوب با آدم دست میده. یعنی من خیلی خوشم میاد از این کار و در کنارش کار پروفشنال هست. خیلی خوش دارم چند وقتی کارا رو انجام دادم با رسانه‌های مختلف، میتونم بگم تقریبا کار کردم، برایشان رپورت دادم، برایشان کردم، ولی بعضی وقتا فارسی بعضی وقتا انگلیسی دست پاشا کردم. خدا از این فصاحت صحبت کردن دوستا خوب صحیح میفهمن که خبرنگار بودی. همراه تلویزیون کاروان، تلویزیون لوکال ما که اینجا داشتیم، همراه اومدی چنل، برای تقریبا مدت 2 سال یا بیشتر همراهشان همه کار میکردم، تقریبا همه کار با همه کار بودم. از آخرم میشه کارگردان بودم، پرودیوسر بودم، مجری بودم، رپورتر بودم، نویسندهش بودم. یک پکیج مکمل کارشان انجام میدادم. یک پکیج مکمل بودم به خاطر که یکی از پشنایم هست، خوش دارم، یعنی بیشتر انرژی میگیرم از این وقتی که با مردم هستم. یعنی من بیشتر ترجیح میدم اگه من 24 ساعت دارم، درسته فامیل دارم، اولاد دارم، کار زندگی کار دارم، باید سر کار باشم، اما بیشتر دوست دارم که با مردم باشم، مخصوصا با کامیتی خودم. بیاد علاقه ایش دارم. فاطمه جان نمونه یک مادر موفق، یک زن موفق که هم کار خود گرفتم، هم خانه خود گرفتم، هم نام خدا شیک بودن خیلی میبینه، هم سرور خود گرفتم، دل شوهر خدا بازیست دارده. من شوهرم واقعا یکی از میتونم بگم بهترین مردای دنیا میتونم بگم. نام خدا. البته من فکر میکنم پدرم بهترین مرد دنیا هست، هیچ کسی پای پدرم نمیرسه، حتی همسریم، اما شکر خدا همسریم همیشه به همه مراحل زندگی، یعنی 22 سال من همراه همسرم زندگی میکنم، 22 سال همیشه سپورت و حمایتش داشتم. حتی اگه کاری که من بشر دوستانه یا رضاکارانه انجام میدادم، معاش خانه نمی آوردم، اولادایم حتی خورد بودن، تمام مسئولیت اولادا رو به دوش شوهر ماندم که رفتم که کمک کنم بتانم یک بار و یک مشکل رو از دوش یک انسان، فرق نمی کنه چی هموطن چی غیر هموطن، چی افغان چی غیر افغان ندارم، و شوهر من حمایتم کرده و خوشحال شده که ما تونستیم یک کمکی باشیم. شوهر شما باید یک نمونه برای افغانای عزیزی باشه که همین فرصت ها را از همسرهای خود گرفتن. چقدر خوب است که نمی دل وجود داشته باشه که می خانم میره تایم خود از طرف یک کار باشه، دوستانه میکنه، پیسه نداره اما تایمش صرف میشه و تو رو سپورت کنی، چقدر یک حس خوب است و واقعا به دل کلان آدم داشته باشه که کاری کنه. من احساس خوشبختی میکنم از این قصه. واقعا باید احساس خوشبختی میکنم. دوست عزیز، خوشحال شدیم از اینکه تا این دم برنامه را تماشا کردین. یک سپاسگزاری خاص میکنم از فاطمه جان عزیز که پذیرفتن دعوت ما را، فرصت گذاشتن. گپای مهم میره در مورد ونکوور، در مورد کمیونیتی افغانا، در مورد شرایط و فرصت ها به داخل کانادا و ونکوور بر ما و شما یادآوری کردن. دیگه ممنون فاطمه جان، فرصت گذاشتین به ما. فکر کنم که پیام آخر در این برنامه از شما بگیریم و کم کم خدافزی کنیم، چه نظر داره؟ زنده باشیم. پیام کنیم، پیام قابلش نیستم و لیاقت ندارم که برای شما پیام بدم. نام خدا ما باید پیام بگیریم از شما، درس عبرت بگیریم از شما، انرژی یا چی میگن الگو بگیریم از شما ها. عنوان یک خدمتکار خورد، یک خواهر کوچک کل دوستا، فقط میخوایم بگم که زندگی همه جا سختی های خورد داره، مشکلات های خورد داره. ونکوور یا کانادا، شرایط دیگه کانادا شاید خودشان، مخصوصا ونکوور دوستایی که تشریف میارن، سختی های خودش داره، اما کنارش زیبایی ها، ظرافت ها، لطافت های خودش هم داره. سعی کنین که تام جایی که میتونین از زندگی، از این شرایط که خداوند برای شما داده، مخصوصا کسایی که نوامدین به کانادا، استفاده کنین، چون نعمتی که خداوند برای شما داده و شما نمیخواین که کفران نعمت کنین. شاکرش باشین، قدر بدانین و تا جایی که میتونین، جایی که خود شما میفهمین، لیاقت دارین، تواناییش دارین، خودتان برسانین، پیشرفت کنین و از پیشرفت هیچ وقت عقب نمانین.
باعث افتخار هستید. انشاءالله که باعث افتخار بیشتر همگی ما باشه. دیگه از دوستای عزیز وقتتون بخیر. خدا نگهدار.